سلام، من پدرامم، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم شادروان. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. فیلم شادروان یک فیلم کمدی اجتماعی ایرانیه که محصول سال 1400. کارگردانی این فیلم حسین نمازی انجام داده و تهیه کننده این فیلم بر عهده عباس نادران بوده. این دومین فیلمی که حسین نمازی برای سینما کارگردانی کرده. قبل از اون فیلم تحسین شده ی آپانتیس رو ساخته بود و برای صدا سیما هم سریال حوالی پاییز رو ساخته بودش. سینا سهیلی با نام هنری سینا مهرداد در این فیلم بازی میکنه. او بازیگری رو با بازی در کارهای پدرش مانند فیلم مردی شبیه باران آغاز کرد، در فیلم های شب برهنه و ژن خوک بازی کرده و شهرتش رو مدیون بازی در سریال پدر و همچنین سریال آقازاده هستش. گلاره عباسی بازیگری رو با بازی در فیلم قتل آنلاین آغاز کرد، در فیلم یک گزارش واقعی بازی کرده، در فیلم های شیار 143 و نفس برای نرگس آبیار بازی کرد و همچنین در فیلم پدران نقش آفرینی کرده و در سریال های در چشم باز و کیمیا رو برای صدا و سیما کار کرده. نازنین بیاتی بازیگری رو با بازی در فیلم دربند آغاز کرد و در این فیلم درخشید، در فیلم های مردن به وقت شهریور، فرشته ها با هم می آیند، آینه بغل و سگ بند هم بازی کرد این بازیگر. بهرنگ عربی دیگر بازیگر این فیلم بازی رو با بازی در فیلم دیشب بابا تو دیدم آیدا آغاز کرد، با فیلم دربند به شهرت رسید، در فیلم های مرگ ماهی، لانتوری و تا ابد هم بازی کرده. در بازیگران بزرگی که این فیلم بازی کردند رویا تیموریان، رضا رویگری و بهرام ابراهیمی بودند. خب بریم سراغ داستان فیلم. نادر یک جوان که در حاشیه شهر زندگی میکنه و میخواد با دختر همسایه افغانیش ازدواج کنه، به همراه خواهر، برادر، مادر و پدرش پیرش زندگی میکنند. پدرشون بر اثر خوردن شیرینی زیاد و مرض قند میمیره. اونها که وضع مالی خوب ندارن، برای مرخص کردن جنازه پدر از بیمارستان از کارت اون میخوان استفاده کنن، ولی متوجه میشن که بانک حساب رو مسدود کرده و برای آزاد کردن جنازه پدر به بانک برن تا حساب باز کنن. در اونجا متوجه میشن که یک خواهری دارن که از دیدشون پدرشون پنهان داشته. نادر و خواهر برادرش تمام سعیشون میکنن که با هر روش ریده پول جور کنن تا بتوانند مراسم تشییع پدر رو برگزار کنن و فامیلی که از شهرستان آمدن رو مرخص کنن تا اینقدر خرج رو دستشون باقی نذارن. فیلم شادروان فیلم کمدی خوبیه که امسال اکران شده و نسبت به سایر رقباش که فیلم های ضعیف بودن فیلم بهتر و قابل قبول تریه. با اینکه فیلم شاهکار نیست ولی رقبای ضعیفی داره این فیلم. کارگردان تونسته از بازیگرانش بازی خوب رو بگیره و همچنین بهرنگ عربی در این فیلم خیلی خوب بازی کرده و نقش خوبی رو ایفا کرده برعکس اکثر فیلم هایی که این روزها اکران میشه و سعی میکنن با استفاده از شوخی های جنسی مخاطب رو بخندونن. این چنین سعی نداره این فیلم. فیلمی که میتوانید به راحتی به همراه خانواده و فرزندان بشینید و تماشاش کنید. این فیلم در جشنواره فجر سال گذشته بهترین چهره پردازی رو گرفت و برای طراحی لباس هم نامزد جایزه بود که البته این جایزه رو دست نیاورد و در کل فیلم خوب و قابل تماشا و سرگرم کننده برای دیدن. ممنون که تو این ویدیو هم با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.